با عرض درود و ادب خدمت شما هموطنان عزیز و آگاه و ارجمندم. اوضاع و احوال جهان هیچ شرایط مناسبی از دیدگاه سیاسی، شرایط اقتصادی، روابط دیپلماتیک و مسائلی که در هر حال در اداره امور جهان سهیم و دخیل است ندارد. کسانی که این برنامه کوتاه مدت را از سر لطف و محبت دنبال می کنند قطعا به خاطر می آورند که سال گذشته در اواسط سال گفتم شرایط جهانی بگونه ایست که یادآور شرایط جهانی قبل از جنگ جهانی دوم است و همه نوشته ها، همه تفسیر ها، همه خبرهایی که با بعضی از بازی ها انتشار میابد نشان میدهد که جهان دوران پر استرابی را میگذراند. آمریکا به کره شمالی اخطار میدهد و در اطراف کره شمالی رادارهای ضد موشک نصب میکند، با کره جنوبی مشترکاً اعلام آمادگی میکنند که در برابر دخالت‌های کره شمالی و یا بزنان‌ها شیطنت‌های کره شمالی ایستادگی خواهند کرد. مسائل موشکی بین آمریکا و روسیه همچنان یک بحث لاینحل بوده است، هرچند که آمریکا اعلام می‌دارد که ما دیگر صرف نظر کرده‌ایم از نصب سپر موشکی در اروپا که روسیه را به شدت ناراحت و یا شکاک ساخته بود. محاذا جنوب شرقی آسیا نیز از نظر روسیه و از نظر چین دست کمی از کره شمالی ندارد. این شرایط جهانی است، شرایطی که اعلام می شود که برخلاف آنچه که تصور می شد حکومت اسلامی حتی آماده آن شده است که موشک ها را به نوعی از سلاح‌های اتمی مجهز کنند، کلاهک‌های اتمی را سوار موشک‌های دوربرد خود سازند. فاش می‌شود که غیر از سایت‌های اتمی شناخته شده، سایت محرمانه دیگری یافتند که در آن جریانات غنی‌سازی اورانیوم با شدت زیادی ادامه دارد. در همین حال بسیار اندک خوشبینی هست که خامنه ای به دلیل شکست های پی در پی داخلی و به دلیل اینکه از آن عظمت قلابی که برای خود ساخته بود پایین افتاده است، احتمالا امکان دارد که در برابر آمریکا عقب نشینی کند. هر کدام از این مسائلی را که خدمتتون عرض می کنم می توانید اندیشه کنید چه تفاوتی به حال مردم ایران می کند. تا وقتی که ساختار سیاسی حاکم بر ایران ما این چنین است که ما طی 34 سال دیده ایم، یعنی بر مبنای ولایت فقیه و قوانین شرعیت مستقر است، آیا قهر و آشتی آمریکا و حکومت اسلامی و یا احتمالاً گرفتاری هایی که در جهان به پاس اگر به یک مرز خطرناک برسد تفاوتی به حال مردم ایران می کند؟ آیا همه این بازی ها که ما شاهد و ناظر آن هستیم می تواند یک اقدامات پیشگیرانه باشد و یا تفکری را به وجود آورد که موجب شود سرانجام حمله نظامی به حکومت اسلامی انجام گیرد؟ وقت عجیب است که در داخل کشور گروه های مختلف بر سر این که چه کسی رئیس جمهور حکومت اسلامی شود با هم بحث می کنند. وقتی که اصل ساختار بر مبنای ولی فقیه است، یعنی یک نفر خود را نماینده خدا و در اصطلاح خودشان جانشین امام زمان می داند
به آنجا نشسته است که شرایط را برای ظهور یک آدمی که 1400 سال پیش تازه در مورد بودن و نبودنش نیز شک است به این جهان بیاید، آیا فرقی می کند که چه کسی رئیس جمهور می شود؟ بحث می کنند برای سرگرم ساختن مردم، پیشنهاد می کنند که فقط هاشمی رفسنجانی و خاتمی است که می توانند اوضاع و احوال فعلی ایران را تغییر دهند. آیا به واقع چنین است؟ مثال می آورند که آقای رفسنجانی توانست در اوج جنگ در کنار آقای خمینی جنگ را مهار کند و سرانجام به یک مصالحه‌ای برسد. کدامین مصالحه؟ اینکه خمینی جام زهر را بنوشد، اینکه میلیاردها دلار ثروت ایران، خسارت ایران ناشی از جنگ را عراق یک جا بالا بکشد که هیچ، اکنون دائما حکومت اسلامی به عراق باج بدهد بابت قضایای سوریه. این بود راه حلی که آقای رفسنجانی ارائه داد. گروهی متوسل می شوند به آقای خاتمی، می گویند که در دوران خاتمی اوضاع احوال بهتر بود، مثلا روزنامه ها آزادی بیشتری داشتند و یا خانوم ها می توانستند آزادی بیشتری داشته باشند. آیا کل مملکت شرایط اسفناک مملکت را در نظر نگرفتند که آقای خاتمی زمانی ظهور کرد و زمانی این نیمچه به اصطلاح آزادی ها را داد که حکومت اسلامی در نقطه پایان رسیده بود و همین بازی های آقای خاتمی بود که بر عمر منحوس این حکومت اسلامی 8 سال اضافه کرد؟ آیا به دلیل اینکه شرایط جهانی آنگونه ایست که من خدمتون عرض کردم میخواهند باز یک سید خندانی و یا یک آقای رفسنجانی بیاورند که مصلحت جوست و مصلحت بین است به اصطلاح آنها، دوباره یک بازی با جهانیان بکنند و مردم ایران را در قعر همین ذلتی که هستند نگه دارند؟ و شگفت‌انگیز است که مردم ایران همچنان زور را تحمل می کنند. حق دارند، می ترسند. آیا این روزمرگی خیلی مطلوب تر از مرگ است؟ آیا همین گونه تماشاچی نشستن و نظاره شدن بر ویرانی ایران، بر سیه روزی مردم ایران میتواند یک انسان زنده را قانع و راضی کند؟ خب مردمی که از دیر زمان، از سالیان دراز قبل، از صدها سال پیش یک عطسه که 1000 علت میتواند داشته باشد، یک عطسه کردن بنده شما و دیگران، ناگهان یک قرارداد تجاری را به هم میزدند، ناگهان یک روز بر سر کار نمیرفتند، ناگهان برنامه را که اون روز چیده بودند به هم میریختند برای اینکه یک عطسه آمده بود، و یا هم اکنون دولت حکومت اسلامی برای انجام کارها یک آخوند را صدا می کند و یک کتاب را دست می گیرد و مثل این که می خواهد فال حافظ بگیرد دو بار سه بار دست می کشد، بعد آن بالا نگاه می کند که ببیند خوب آمده است یا بد، غافل از این که این کتاب را یک انسانی نشسته است و بنا به ذوق و میل خودش آن بالا نوشته است بد و خوب، و یک تکنولوژی ساخت غربی که جهانخوار است بزن اینها این کتاب را چاپ کرده است. مهمترین تصمیمات مملکتی را آخوندی را می آورند در هیئت دولت، فال می گیرد، اگر بد آمد آن برنامه را به هم می زنند، اگر خوب آمد دنبال آن برنامه می روند، ولو اینکه دور از تخصص باشد، دور از مدیریت باشد، دور از همه مشخصه های اداره یک مملکت باشد. پس بنابراین شرایط جهانی به هر گونه ای که پیش می رود و عرض کردم بسیار خطرناک است و عرض کردم آنچه که در فضا به مشام یک آدم کنجکاو می رسد
این است که شرایط قبل از وقوع جنگ جهانی دوم است. به حال مردم ایران، مردم به بند گرفتار آمده ایران چه تفاوتی می کند؟ وقتی تفاوت حاصل می شود که این مردم خود تصمیم بگیرند که دیگر بس است، که دیگر ما این حکومت را نمی خواهیم، که دیگر تن به ظلم و ذلت نمی دهیم، و عدم شرکت در انتخاباتی که دو ماه دیگر آغاز می شود، انتخابات حکومت اسلامی، بیرون نیامدن از خانه ها، حوزه های اخذ رأی را خالی گذاشتند، حتی خیابان ها را خالی گذاشتند، اولین گام در راهی است که به نجات مردم ایران منتهی خواهد شد. تشکر می کنم از اینکه وقت گذاشتید و به این برنامه توجه فرمودید. تا بامداد فردا همه شما عزیزان را به ایزد مهر می سپارم. بدرود.